دونی با سگش رفت میوه فروشی تو مغازه میوه فروشی همینجوری که داشت بگرده میوه بخره میوه فروشیه اومد گفت خانم این سگت رو ببر بیرون این سگت این میوه ها رو لیس میزنه مردم نمیان بخرن خانم همدونی هم خیلی بهش برخورد سگه رو این نخش رو گرفت و اینا گفت پاپی جان قربانت بیا بری من این میوه ها نشسته است لیس نزن مریض میشی البته همه دنیایی که من اسرائیل اینجوری نیستن و بی خودی چیز نکن یه خانم همه دنیا رفت مهمونی توی این مهمونی این خانم رفت سر یه میز نشست سر یه میزه که نشست پنج شش دیگه خانم نشسته بودن اون خانم ها اینو نمیشناختن اینم اونا رو نمیشناخت اونا واسه خودشون حرف میزدن صحبت میکردن این خانم ها برای خودش نشسته بود و آجیل میخورد و میوه میخورد و موسیقی بود و این چیزا بعد از یه نیم ساعت این خانم میخواست بره شیروتی بره دستشویی بلند شد که بره این کیفش افتاد زمین دلا شد کیف رو برداره معذرت میخوام یک باد خیلی خیلی بدبوی صداداری ازش خارج شد اون خانوما گفتن پپ پپ خجالت نمیکشه اه اون کیه دیگه برو برو از این میز برو پپ پپ خانم همدونی هم با کمال افتخار کیف رو گذاشت رو دوشش و وایساد و گفت گوش براتون بکنن البدا براتون بکنن ما را ببین که برای چه کسانی میگوزیمان چه افتخار بزرگی کرده حالا این جوکی که میخوام واسهتون بگم میخوان بگن که خانمهایی که میرن پیش دکتر زنان که ناراحتی دارن مریضن هرچی هست خودشون تو کلشون چی میگذره خود خانوم ها البته این داستان ما تو ایرانه میگن یه خانم همدونی رفت دکتر از سه تا شهرهای مختلف میگن یه خانم همدونی رفت دکتر زنان رفت و نشست و نوبتش شده رفت و آقای دکتر گفت خانم بفرمایید چیه گفت آقای دکتر قربانتان اینجام درد میکنه اونجام درد میکنه اینجام درد میکنه آقای دکتر گفت خانم این اتاق بغلی من یه تخت خوابه برو لقش اونجا بخواب تا من بیام ببینم چته این خانم رفت و 5 دقیقه بعدش هم آقای دکتر رفت دید خانم همینجوری با لباس وایساده گفت خانم من عجله دارم من سرم شلوغه چرا لباس نکردی چرا لقش نشدی گفت آقای دکتر قربانتان من خجالت میکشم من دفعه اوله من اگه ممکنه اول شما لقشید حالا یه خانم تهرونی رفت دکتر زنان اونم همینجوری رفت و نوبتش شد رفت و نشست و اینا و آقای دکتر گفت خانم بفرمایید چتونه گفت آقای دکتر قربونتون برم اینجام درد میکنه اونجام درد میکنه از درد دارم میمیرم آقای دکترم گفت خانم اون بغل دست من یه اتاقه برو اونجا تخت خواب لقش اونجا بخواب تا من بیام زنم گفت او شیونو ماتم بشم من فکرم کجاست شما فکرتون کجاست حالا یه خانم رشتی رفت دکتر زنان رشتی داریم اینجا همینطوری گفت برو اونجا لخش بخواب تا من بیام بعد از چند دقیقه آقای دکتر رفت تو دید خانم لخت مادرزا شده و خوابیده رو تخت خوابه آقای دکتر نگاه داد گفت خانم این تخت خوابه اینقدر بزرگیشه تو چرا رفتی اون گوشه خوابیدی زنم گفت اه قربون برم آقای دکتر اینجا خوابیدم که برای شما هم جا باشه مرسی